حادی کازمی و پدر روحانی و آخوندش تا ازدواج با سمانه پاکدل با ده سال اختلاف سنی. سلام به امران همیشه کانال زر تیوی به کانال خودتون خوش اومد. خب کازمی یکی از بازیگرهای قدیمی ژانر کمدی کشورمونه که توی سالهای اخیر فیلمهای پرفروش زیادی رو داشته ایشون متولد 13 آبان سال 55 در شهر تهران هستند. فارغ و تحصیل لیسانس رشته بازیگری از دانشگاه آزاده و از 19 سالگی کارش رو با تئاتر شروع, شروع, کرد. ایشون در 41 سالگی با خانم سمانه پاکدل ازدواج کرد و در کنار کار بازیگری رستورانداری هم میکنه. اصالتا برای شهرستان ترک از مرکز دهستان کندوان در شهرستان میانه آذربایجان شرقی هستند توی خانواده مذهبی و ترک زبان به دنیا اومده و سه برادر به نام های مهدی، حامد و توحید هم داره. پدرش روحانی و آخونده و در شهرستان میانه آذربایجان زندگی میکنه. مادرش هم چند سال پیش از دنیا رفت. آدیه کازمی توی یکی از مصاحبهاش گفتش که با پدرم که روحانی هم هستش رابطه خیلی خوب و سمیمانهی دارم پدرم یه آخوند روشن فکره اون در شهرستانمون میانه فعالیت میکنه ادهی وقتی میفهمن که پدر من روحانیه قیافهشون به هم میریزه اصلا باورشون نمیشه که من پسر یه روحانی و آخوند باشم در حالی که پدرم یه روحانی روشن فکر و اصلا هم با کارهایی که من انجام میدم مشکل نداره جالب این که هادی کازمی علاوه بر این که پدرش روحانی سید هم هست خودش میگه که من وقتی که وارد فیلم ها و سریال های تنز شدم نمیدونم به چه دلیل و چه قانونی اسم من رو به جای سید هادی کازمی می نوشتن هادی کازمی می گفتن اصلا برای یه آدم سید خوب نیستش که نقش کمدی بازی بکنه و بدآموزی آموزی داره واسه همین اسم سید رو توی تیتراش ها حذف می آدی کازمی از سال 70 وقتی که 15 ساله بود کارش رو در زمینه تئاتر با کانون پرورشی هور شروع کرد. در اولین تئاتر حرفه ایش در سال 74 با نمایش همراهان تونست حضور خوبی رو در تئاتر تجربه بکنه. ایشون علاوه بر تئاتر از سال 75 با داریوش کاردان وارد تلویزیون شد تا بعد از تجربه های مختلفی که توی دهه 70 و 80 به دست آورد در سال 81 حضور کوتاهی هم در سریال پاورچین مهران و مدیری داشت توی اون سریال در چند اپیزود به عنوان بازیگر مهمان در نقش دوبرره حضور پیدا کرده بود همین شخصیت دوبرره یه مقدار تکامل پیدا کرد و در سال 84 یکی از بازیگرای اصلی سریال شبهای برره بودش که نقش حسام دوبرره رو بازی میکرد و یکی از محبوبترین شخصیت‌های شخصیت های این سریال شد. حضور موفق عادی کازمی در این سریال باعث شدش که مهران مدیری در سریال قهوه تلخ هم یکی از های اصلی یعنی نقش بابا رو در کنار جواد عزتی به اون بده عادی کازمی یه بازیگر و یه آدم خود ساخته است و از دوران خیلی کم و سنین پایین همیشه کار میکرده خودش تعریف میکنه که توی نوجوانی و کودکی همیشه کارگری میکردم وقتی 14 سالم بود توی خیابون پامنار پادوی یه چرخکار بودم اون چرخکار ایرانی نبود و پاکستانی بود همشم به هم زور زور میگفت و میگفت کار کن انقدر شل نباش عجله کن تنبل نباش و از این جور حرفا یه روز خیلی عصبانیم کرد گفتم برو بابا افغانی همینو که گفتم حسابی شاکی شد و گرفت من رو حسابی کتک زد عادی کازمی در سال 97 وقتی که 41 ساله بود با سمانه پاکتل که اون موقع 31 سالش بود ازدواج کرد این زوج با 10 سال اختلاف سنی زندگی خوب و عاشقانه ای رو تو این سالها کنار هم داشتن اونها در چندین مجموعه و سریال هم نقش های مقابل همدیگر رو بازی کردن اولین بار در سال 96 در مسابقه 13 شمالی این دو نفر کنار همدیگه رفته بودن اون موقع هنوز ازدواج رسمی نکرده بودن و با همدیگه دوست بودن ولی خب همین مقدمه شدش که ازدواجشون شک بگیره همین اخیرا هم توی سریال اوکازیون دو نقش اصلی این سریال رو سمانه پاکتل و هادی کازمی بازی کردن جالبه بدونید که هادی کازمی علاوه بر کار بازیگری و فعالیت های هنریش رستورانداری هم چند سالی هست انجام میده خودش میگه به همراه یکی از دوستانم رستوران شبهای لیالی رو در تهران دایر کردیم که اونجا سعی میکنیم غذای ملل رو تبخ بکنیم توی رستوران ما انواع غذا از غذاهای هندی، ایتالیایی و لبنانی سرو میشه و اگه بیایید اونجا میتونید طعم متفاوتی از غذای ملل رو تجربه بکنید عادی کازمی کلا خودش رو آدم دست و دلبازی میدونه و این دست و دلبازی هم خیلی وقتا به ضررش شده. تعریف میکنه میگه یه بار یکی از دوستام ازم ماشینم رو خواست منم چون آدم دست و دل بازی هستم ماشینم رو دادم تا استفاده بکنه ولی خب اون از دلسوزی من سوء استفاده کرد و ماشینی که بهش چند روزی قرض داده بودم رو با یه شگردی ازم بالا کشید و با کلا ماشین رو برد که برد آدی کازمی در این سالهای اخیر فیلمهای پرمخاطبی رو روی پرده سینما و همینطور شبکه نمایش خانگی و تلویزیون داشته خودش میگه اولویتم برای انتخاب نقشا اول از همه فیلمنامه بعد شخصیت و کاراکترم توی اون فیلم هست منظورم از فیلمنامه خوب فیلمنامه‌ایه که کنش و واکنش و گره داستانی داشته باشه و کاراکتر خوب کاراکتریه که برام جذابیت داشته باشه و به نوعی یه کاراکتر نو و جدید باشه هادی کاظمی در سالهای اخیر توی هر فیلم سینمایی که حضور داشته فیلم پرفروشی شده از جمله اونها میتونیم به فیلم سینمایی فوسیل در سال گذشته اشاره بکنیم که با فروش بیش از 300 میلیارد تومن و جذب بیش از 8 میلیون مخاطب در سینما به عنوان پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در سال اول اکران لقب گرفت از فیلم ها و سریال هایی که از هادی کازمی در سال های اخیر اکران شده میتونیم به بخارس، آهنگ دو نفره، فسیل، جوجه تیغی، ورود و خروج ممنوع، قانون مورفی به وقت خماری، مصادره، من دیوانه نیستم، 50 کیلو آربالی و ایران برگر اشاره بکنیم. کارهای تلویزیونی هم از جمله علل بدل، زعفرانی، دوره همی بیدار باش، بهانه برای بودن، و کارهای شبکه نمایش خانگی از جمله آنتن، اوکازیون، قبله عالم، شبهای مافیا و سیزده شمالی اشاره بکنیم. آدی کازمی در جدیدترین اثرش هم همکاری با احسان علی خانی رو تجربه کرده و توی سری جدید جوکر یکی از بازیگران و مهمانهای اصلی این مجموعه هستش. حتی اگه با آثار این هنرمند قدیمی خاطره دارید برامون نظرتون رو راجع به فیلمهاش بنویسید و بهمون فیلم مورد علاقتون رو بگید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید